سلام دوستان، به کانال خالصی ما خوش اومدین. امروز میخوام یه غذای سنتی ایرانی بهتون آموزش بدم به اسم خورشت قیمه که ایرانی ها علاقه زیادی به این خورشت دارن. با معرفی مواد میریم کارمون رو شروع میکنیم. پیاز درشت 1 عدد، لپه 200 گرم، گوشت 0.5 کیلو، لیموی امانی 3 عدد، رب 3 قاشق غذاخوری، زعفران به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم، گلاب 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، فلفل نوک قاشق چایخوری، دارچین نوک قاشق چایخوری، سیب زمینی 1 عدد درشت. پیازمون رو نگینی ریز خرد میکنیم. پیازمون رو نگینی کردیم، سرخش میکنیم تا طلایی بشه. در این مرحله گوشتمونم ریز خرد کردم و گذاشتم که با آب بپزه. بعد به موادمون اضافه کنم. لپمون رو معقب خیس کردیم، بعد به پیاز داغمون اضافه میکنیم. لپمونو تفت دادیم با پیاز، گوشتم بهش اضافه میکنیم. زردچوبه رو اضافه میکنیم. نمک خورشتمون رو ابتدای خورش کم می‌ریزیم، فقط یه کوچولو که تمدار بشه، چون اگه نمکش زیاد بشه گوشت و لپمون دیر می‌پزه. در آخر که خورشت خواستیم بچشیم نمک کاملش اون موقع باید اضافه کنیم. ادویه‌مون رو که تفت دادیم رو با اضافه میکنیم. رو کامل باید سرخ باشه تا خوش رنگ بشه. ما آب گوشت داشتیم 2 لیوان به خورشتمون اضافه میکنیم تا با همین آب گوشت پخته شد. وقتی جوشیده شعله گازو کم میکنیم تا کم کم بپزه با شعله ملایم. سیب زمینیامون رو خلالی نازک میکنیم برای سرخ کردن روی خورشت. روغن من گذاشتم داغ شد، یک کم نمک داخلش ریختم
که سیب زمینی ها یه ذره تمدار بشه. بذاریم سرخ شد. سیب زمینی هامون هم سرخ کردیم. خورشت ما آماده شده، کاملا جا افتاده، به روغن افتاده. لیمو رو بهش اضافه می کنیم. حدود 10 دقیقه با لیمو بجوشه. زعفرانمون رو اضافه میکنیم. یه قاشق گلاب بهش اضافه میکنیم. خورشت ما آماده شد. اون نمکی که اول خورش یه مقدار ریختیم، گفتیم ما بقیش آخر خورش میریزیم. الان اون نمک رو من میخوام اضافه کنم. پنج دقیقه با این حرارت میذاریم بپزه، بعد 5 دقیقه خاموش میکنیم. خورشت ما آماده شد، زیرش رو خاموش کردم. زمانی که زیرش رو خاموش میکنیم دارچین رو باید بهش اضافه کنیم، چون دارچین با خورش بجوشه رنگ خورشت ما رو خراب میکنه، تیره میشه. میریم که خورشت رو سرفش کنیم. خورشتمون آماده شد، من براتون سرفش میکنم. آماده شد، من براتون سروش کردم. در کنارش برنجم گذاشتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. درست کنین، کنار خانوادهتون نوشه جان کنین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.